تو این قسمت میخوام براتون نیترات صلب تهیه کنم. نیترات صلب رو از این میخوام درست کنم که خیلی از این میدونید این چیه. اینا تیرهای تفنگبادیه که جنس اونها از صلبه. بریم ویدیو رو ببینیم. دوستای عزیز سلام، من محمد حسینم و اینجا براتون آزمایش میکنم. آزمایشی که امروز میخوایم روش کار کنیم ساختن نیترات سرب و خالص کردن اونه. یک واکنشی به اسم واکنش باران طلا داریم که برای بازسازی این واکنش و نشون دادن اون احتیاج به پتاسیم یودید داریم و نیترات سرب. پتاسیم یودید رو از قبل داشتم ولی نیترات سرب رو نیاز بودش که بسازم. از این فرصت استفاده میکنم تا براتون یه مقداری در مورد کریستالیزه کردن و خالص کردن مواد شیمیایی از این طریق صحبت کنم. برای این کار خب همونطوری که دیدین یه مقداری ساچمه تفنگبادی رو داخل اسید نیتریک انداختم و این گاز قهوه‌ای هم که میبینید دیوکسید نیتروژنه که نشون میده اسید نیتریک داره به فلز سرب حمله میکنه. در کنار اون یه مقداری سرب هم از سرب هایی که پایین پرده میندازن و باعث سنگین شدن پرده میشه استفاده میکنم. این سرب ها رو هم به واکنشمون اضافه میکنم تا نیترات سرب بیشتری تولید بشه. بعد از گذشت یه مدت با توجه به اینکه داره نیترات سرب تولید میشه و نیترات سرب هم توی آب سرد حلالیتش پایینه، میبینید که واکنش شیری رنگ میشه و این نشون میده که یا بایستی بهش آب اضافه کنیم که نیترات سرب جای بیشتری برای حل شدن داشته باشه و یا اینکه بهش گرما بدیم. و من کاری که انجام دادم این بود که بهش یه مقدار آب مقطر اضافه کردم تا مقدار بیشتری نیترات سرب داخل محلول وارد بشه. بعد از گذشتن چند روز و حل شدن کامل نیترات سرب و واکنش دادن نیتریک اسید با سرب، واکنش احساس کردم که دیگه کافیه و به مقدار کافی نیترات سرب هم تولید شده. پس اومدم نیترات سرب رو الان از این سرب های باقی مونده با استفاده از فیلتر کردن جدا کنم و فیلتری هم که دارم استفاده میکنم فیلتر خیلی ساده ایه، فقط یه دونه قیف احتیاج داریم برای این کار. جنس فیلترم هم یه مقداری پارچه است. ظرفی هم که این پشت میبینید به خاطر اینه که یه مقداری آبجوش داخلش بریزم و محلولم رو گرمش کنم. محلول وقتی که یه مقداری گرمتر میشه نیترات سربی که اینجا رسوب داده برمیگرده توی محلول. گرمش که بکنیم بیشتر حل میشه داخل محلول. توی این چند ثانیه‌ای هم که مشاهده میکنید فرایند تشکیل شدن این کریستال‌های قشنگ نیترات سرب رو دارید مشاهده میکنید. میام کریستال‌ها رو با استفاده از یک قاشق پلاستیکی از ظرف جدا میکنم و آب اضافی اون رو داخل یه ظرف دیگه میریزم و این آب اضافی هنوز یه مقداری نیترات سرب داره. میتونم با گرما دادن به این آب و کم کردن حجم این محلول یه کاری کنم که دوباره این محلول هم به قدری اشباع بشه که نیترات سرب بتونه دوباره کریستال تشکیل بده. کریستال ها رو هم جابجا میکنم، داخل یک ظرف دیگه میریزم تا یواش یواش خشک بشن. محلول وقتی که خنک شد اون رو داخل یک ظرف دیگه میریزم و میبینید که دوباره داخل این ظرف هم یه مقداری کریستال نیترات سرب تشکیل شده و اون رو داخل یک قوطی پلاستیکی جابجا میکنم تا برای واکنش اصلیمون که در انتهای این کلیپ هم یک گوشه هایی از اون رو براتون میذارم ازش استفاده کنیم. حتی همین محلولی هم که اینجا مونده بود توی ظرف بزرگتر که ریختم باز هم یه مقداری ازش کریستال خارج شد. ما وقتی یک ماده رو با گرم کردنش در یک حلالی حلش میکنیم و اون رو وقتی خنک میکنیم کریستال های این ماده شروع به تشکیل شدن میکنن و چون توی این کریستال ها معمولا خود این ماده فقط شرکت میکنه یه مقداری این ماده ما از حالت قبلی خودش خالص‌تر میشه. البته یه ضرری هم داره، اون ضرر هم اینه که یه مقداری از ماده رو ما با هر بار کریستالیزه کردن از دست میدیم، ولی ارزشش داره. امیدوارم این قسمت رو هم دوست داشته باشین. خدا نگهدارتون.